نه بود نفر آوردم. سلام، خوبی خوبی. مرسی. میگم آقا جعفر اگه با موها مشکل دارین رو سری سرم بذارم. بلکن میخوام یک دو دونه سوال بپرسم. بپرسم جان بپرس قربونه. آرین جون، شما کدوم چشمه هستین؟ کدوم چشمه؟ خب میدونی چیه، من به خاطر که یک شرایط خیلی خاصی دارم، من نزدیکتم ولی شهرشو که نمیتونم اینجا بگم که کجا. میتونم نه، راحت باش راحت باش، اون حرفیه، راحت باش. اگه مثلا نمیخوای بجی، نخوای بجی، نگو. باش. میگم ولی میگم که من چیزم خمینی شهر. شو من فش میکردم تو کارز ششوری. اخی نه نه نه، کجا، من یه خارج کشور بودم، حال روزم این بود. خمینی شهر، شما کجایی؟ من اهل دل تبریز. تبریز تبریز هستی؟ آره، من تبریز خیلی دوست دارم. منم تو رو دوست دارم، ممنونم. آریان جون، جان شما ببخشا مزم اجه ناراحتی نپرسم، میگم شما ترنسی؟ بله من چیز هستم، ترنس هستم، الانم عمل کردم، سینه دارم. نه اینجوری حرف رو نگو، نه میخواستم یه دونه دو تونه سوال بپرسم. باشه خب باشه، پس شما بگید هر وقت اگه من زیاده روی کردم بگو نگو، بفرمایید. آرزویت چیه؟ آرن جون، آرزویت چیه؟ من آرزوم، اگه آرزومو اگه بگم میتونی برام چیزش کنی؟ برآوردش کنی؟ میتونم، فقط یه کمی نتت ضعیفه. ما شما ها یه زوری میبین. آره من ببینید، من آرزوم اینه آقا جعفر، یه روز برم سر زندگیم، یه شوهر خوب، یه زندگی خوب، دو تا بچه. میخوام عروسامو ببینم، نواهامو ببینم، نتیجهمو ببینم، شوهرمو ببینم، دامادامو ببینم. انشالله انشالله. بزرگترین آرزوت اینه یا چی؟ من چون تابع قانون اسلام هستم، آرزوم اینه که یک روز عروسی عروس بشم، یه شوهر خوب تبریزی، شب عروسی هم بابام کمرمو ببنده، یک تومنی هم دور کمرم بذاره، یه شوهر خوب، شب اول عروسیم هم حامله بشم، یه 9 با بچم به دنیا بیاد، قشنگ برم پی زندگی. نیتم کلا خیره. انشالله انشالله. الان چند سال داری؟ چند سال داری؟ من الان 2 ماه دیگه میشم 18. خدا سلامتت کنه، خدا سلامتت کنه. آرین جون، یه جوری گفتی من ناراحت شدم. حرف هم که ازت میپرسیم، میخواستم بپرسم یادم رفتن، ولی انشالله به یادم میفته میپرسم. باشه. خب من از شما میپرسم. باشه بپرس. خب شما خودتو معرفی کن لطفا برای من و بچه ها. من زهر خراباتی هستم. یه زمان های بود که وقتی که راه میرفتم زمین میلرزید. خب چند سالتون است؟ چند سالتونه؟ میدونی چرا؟ میدونی چون من خیلی قوی هستم به خاطر اون. به خاطر اون. بعد چند سالته؟ آرنولدو میشناسی؟ آرنولدو میشناسی؟ آرنولد. بله بله. من با اون مصاحبه دادم خارج کشور. میدونی؟ بله. نه چند سالتونه؟ 46. 46؟ چرا اینقدر جوان موندی؟ من الان پیر شدم. میدونی چرا؟ چون من دنیا را با پول نمی بینم، چون من می خواهم که بزنم دنیا، باید من به دنیا عذاب بدم. چرا دنیا برایم عذاب بده؟ به خاطر اون. به خاطر اون. بعد مجرد یا متعهد؟ نه، یه چی رو دارم تو کانادا هست.
اشم سمیه زونه، سمیه زون این دوست دختر داری؟ میخوام باهاش ازدواج کنم، دعوتنامه بفرسته چه بفرسته میرم. من میدونی 1 میلیارد پول میخواست چه بری پیش سمیه زون، ولی من بدون گوز هیچی ندارم، شرمنده. جز چی؟ جز گوز؟ یعنی پول هیچی نیست، پول نیست برم اونو ببینم. نیستش. آره بعد چیز آقا جعفر 46 سالتونه، چه هنری دارید توی مجازی؟ من حمایت از خواهرها و سلام، هنر چیزی نداره. هنری ندارید. بعد اینکه چی کار میکنید؟ کارتون چیه؟ درآمدتون چقدره؟ من لوتی خرجی میگیرم، لوتی خرجی. خب چقدر حقوقتون چقدره؟ لوتی خرجی یعنی میدونی چی؟ نه یعنی من وقتی که به من سلطان میگن، بله سلطان لنجری آذربایجان اینجوری میگن، همه منو میشناسن. ماهیانه میگیرم از مردم. از مردم میگیرید. یه پیشنهادی دارم. خب من به شما میخوام کمک مالی کنم. پیشنهاد چیه؟ یعنی اینکه من میخوام اگه شما حمایت نمی کنید از خواهرها. بله بله خب ببین، منم اعتقاد دارم بهش لای پای مادرانه، زن حرمت داره. منم حامی بانوانم، خب حامی خواهرانم. خب پس به خاطر این کار خیری که میکنی، منم میتونم یه کار خیلی در حق شما بکنم؟ ممنونم. آریانزوم یعنی تو ثروتمندی یا چی؟ نه من ثروتمند نیستم، ولی اندازه خودم یه مقداری پول دارم که چون در کار خیر شما که از خواهرها حمایت میکنید، منم شعر بشم، یعنی منم عضو بشم. من امروز چیز داشتم، امروز یه مشتری خوب داشتم، پول خوب گرفتم، میخوام نصفشو بدم به شما. نه نوچرتم، میدونی آرنجون فقط خواهشم یواش یواش چیزی نگو. من میخواهم که یه چیپ دو چلمه صحبت کنیم، بعد درد دل کنیم. باشه آره خب نه، چون منظور من چیزم، من آرایشگرم. آرشتری، خدا خیرت آره بده. خدا من چیز، آره. من از من اینو که ببخشید، بعد برداشت نکنید گفتم مشتری دارم. من چیزم، من تو خونه کار میکنم. آره مورنگ میکنم، بند میندازم، شیو میکنم، اپلاسیون میکنم. دکتر پوستم هستی؟ دکتر پوست بله من دکتر پوستم هستم، چون نیتم خیره و همه کارم میکنم. میگم ای کاش یه دکتر بینی داشتی، مثلا بینی من عمل میکرد. داری؟ من دارم، من مامایی خوندم، بینی هم چیزم خوندم، هم ژل میتونم تزریق کنم، هم میتونم بینی عمل کنم. کدومشو میخوای؟ با عمل بیهوشی میخوای یا عمل با فیل چیز میخوای، معمولی میخوای؟ عمل کنه چه یکم الان میبینی بینی منو مثلا به مرگش کن. جوجو تو که بینید خیلی خوشگله. نه یکم مرگ مثلا این مرگش که مرگش میشناسی؟ پرنده مرگش. آره جوجو تو که بینید خیلی فنچه خوشگله. بذار درو ببندم بیام. باشه چی رو جوجو تو که خیلی بین خوشگله. جوجو فنچه، اصلا نیازی نداری. حالا بینی منو بگی بزرگ یه چیزی، ماشاءالله نام خدا بینی به اون خوشگلی. کتاس خوشگله، مسخره شدی، مسخره شدی. جوجو بینی خیلی خوشگلی، اصلا کوچیک و جمع جوره. مال منو ببین چقدر بزرگه. ای جان ای جان، تو هم خوشگلی، به خودت امیدوار باش. باشه زنده. آرین خب جون ازم سوال بپرس. سوال بپرسم، چی میخوری؟ چی میخوری؟ چی میخوری؟ من یکم خاویار مادر ابراهیم آورده. باشه
نوش جونت نوش جونت زنده آن باشه. منو تقد دوستاری به نظرت از اخلاقم خوشت میاد یعنی من همه چیز دوست دارم، نیتم هم خیره، میخوام سالها باید زندگی کنم، ولی اگه بهم بگی نه، میرم پی زندگیم، ولی بازم علاقه مندت هستم، کاراتم نگاه میکنم، دوستتم دارم. نظرت چیه؟ نظر من والله نظر شخصی من نمیتونم با تو ازدواج کنم خب چرا؟ مگه من چمه؟ اگه من انسان نیستم آقا جعفر، اگه من آدم نیستم، منم خدا آفریده، منم یه زنم، حالا به خاطری که چرا ظاهرم غلط اندازه؟ نه ایت اینجا بیمجی شما ده خارجش برای منم اینجا نمیتونم نمیخوام دوباره به خارجی ها عاشق بشم میخواستم نه الان مشکل کجاست؟ من میام پیشت، تو نمیخواد بیای پیش من، من میام پیشت. میدونی من چی دوست دارم من میخوام آینده همسرم آینده خواننده بشه تو بلدی منم خوانندم. سنگ تراش، ای سنگ تراش، به تراش سنگ قبر منو. سنگ تراش، ای سنگ تراش، به تراش قبر منو، جعفر جونو به تراش. ببین نگاه صدام چقدر خوبه، تو گفتی خواننده، بیا سشتم آخه مارسینه گایدن رو دیگه چی میخواییم؟ گفتی خواننده دیگه، صدام هم خوبه. میدونم سیداد خوبه این آقاسی خونده اینو آقاسی خونده بیا دوباره. خاطرات شمال محال یادم بره، اون همه شور حال محال یادم بره. دست خاطرات شمال محال یادم بره، این همه شور حال محال یادم بره. لیلیلیلیلیلیلیلی. بیا دیگه چی میخوای؟ خدا خیرت بده من میخوام یه خواننده محبوب ازدواج کنم بره تو عروسی ها بخونه پول در بیاره شما 10 سال هم اینجوری بخونه یکی عروسی دعوت نمیکنه نه من اون نه تو رو خب بیا، اگه خب تو نگفتی شاد بخون که، چی؟ شما نگفتی که برای عروسی بخون. من یک موزیک عامیانه خوندم که همه پسند باشن. موزیک عروسی میخوای؟ اینجوری نمیگم چی میگم تو که اینجوری آهنگ میخونی هیچ از تو رو قبول نمیکنه چی عروسی دعوت کنه یه لحظه صبر کن، میخوام من یه روسری سرم کنم، شاید نظرت برگشت. برای چی خب میگم شاید به خاطری که من اینجوری که اینجوری که دارم میبینم، میخوام صدا بکنم اگه اصل زده چنیدی نه یه لحظه ببین، اینجوری که دارم میبینم، اینجوری شناختی که چون 10 دقیقه با صحبت کردم میبینم، اگه یک روز علی سرم کنم، یکم هجام رو رعایت کنم، نظرت برمیگرده. برو بیا ببینیم برو بیا ببینیم من روز کریم رو بیارم با بچه ها صحبت کنم. اینجوری که من میبینم، من یه روسری چند سرم کنم. کامندار را ببند یکم دعوا افتاده ببند نمیدونم چی فوش داده بفرمید. خوب شد؟ آره آره ویلکم کامندار را ویلکم الله خب الان نظرت چیه؟ نظر من خوبه 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 آفرین خیلی خوبه الان چی؟ الان نظر چی؟ الان میتونی به نظرت الان میتونی با من ازدواج کنی؟ رو سری هم سلام کردن. بحث ازدواج ویل کن باشه. خب اوکی، حالا تو ازم سوال بپرس.
میدونید بحث ازدواج بالکل، چون میدونید چیه، میدونید چیه، من میخوام آیندم روشن بشه، آینده پولدار بشیم، بریم. اگه تو نمیخوای پول دارشی آقا جعفر، آره خب بیا، من خودم هنرمندم، مشتری زیاد دارم، چیز میکنم، آرایشگرم، من خرجت با من، دیگه چی میخوای؟ من روزی 10 تا مشتری دارم، همشونم هم پلاسیون میخوان، رنگ میخوان، اشیون میخوان، ناخون میذارم، خیلی خوبم پول میدن، انعامم خیلی خوب میدن. باید سب کنیم، یه فشرای کنیم بعدا. باشه، دو روز بنام فرصت بده. خب 2 روز، خب بعد تو یکم شرایط تو بگو برای ازدواج، دوست دارید مثلا اگه با من ازدواج کنی، دوست داری من چجوری با تو رفتار کنم، چه کارایی رو بکنم، چه کارایی نکنم، آیا اجازه دارم بیام تو مجازی لایف بذارم یا نه، اگه اومدم تو با شما باید برم پی زندگیم و باید دیگه نیام تو مجازی. دوست دارم با نازمن بازی کنی، با نازمن، با نانازت با نازمن بازی کنیم. اگه مثلا از بیرون از کار اومدم خونه، بگی الهی گور برت بدم دورت بجردم، خسته نباشی، اینجوری میجی. آره صبر کن لحظه، چون بچه ها بودن. آره خب اوکی، پس وقتی از پس من با نانازت بازی کنم درسته؟ آره آره اینجوری. خب اینجوری دوست داری. راستی آقا جعفر، روزی ماهی چند بار میری حمام؟ چی؟ ماهی چند بار میری حمام؟ ما هم رفتن من چیکار داریم اجی؟ خب دارم سوال میکنم، چیز بدیه؟ تو از میگم روزی ماهی چند بار میری همون؟ یادم نیست، من هر روز میرم، وقتیش از کار میاد میرم. و چرا مو سرتو میخاری؟ یعنی چی میخوار؟ یعنی چی؟ یعنی چرا میخارونی خودتو؟ عادت کردم، عادت کردم. ها عادت کردی، یعنی پس فرق سرت کثیف نیست؟ نه نه بابا، اینجا حرفیه بیزنی. خب نه دارم سوال میکنم، چون من هر روز دوش میگیرم، وقتی که دوش میگیرم دیگه سرمو نمیخارونم، ولی چون مثلا من شوهر قبلیم همش سرشو میخارون، هر ماهی یه بار میرم همون، بعد بهش میگفتم چرا سرتو میخارونی، خب میگفت من ماهی یه بار میرم دیگه، چرک زده. نه اینجوری نیست. اینجوری نیست. چیز جعفر جون، تا حالا ازدواج کردی؟ نه نکردی. چجوری الان پس 46 سال چجوری تنها زندگی کردی؟ چیزی شد؟ من با رویاها زندگی میکنم، با رویاهای خودم، دلم. با رویاهات زندگی میکنی. بعد دوست داری وقتی ازدواج کردی بچه دارم بشی؟ من میام آینده انشالله از خدا بیاد. در بحث ازدواج صحبت نکن، در بحث ازدواج صحبت خب نکن. اوکی، پس اصلا من اصلا کلا من درم و میذارم، شما سوال کن بفرمایید، چون شما مهمان لایو من هستی و من میزبان خوبی هستم، فقط شما از من سوال کن. حجابم هم رعایت کردم، نمازم هم 6 وعدهش رو خوندم، غسلم کردم، بفرمایید. تمیز تمیزم. میخوای من از تو سوال بپرسم؟ Yes, of course. چون من هر سالی از شما بپرسم شما میگی نگو، اینو نگو. به خاطر همین چون من میزبانم، من شما از من بپرسید. حجابم رو کردم، بعد نماز نام خدا خواندم، غسل کردم، اومدم. بفرمایید. شما به کتاب به دنیا اومدی؟ کدوم کشور، کدوم شهر به دنیا اومدی؟ من متولد مشهدم. مشهد به دنیا اومدی؟ من مشهد بیمارستان امام هادی 50 روبرو پارک بهدت، روبرو کنارش هم چیز بود، دندون پزشکی چیز بود، نیمه رایگان. من اول سوال به پرسیدم، تو دروغ گفتی. چرا دروغ گفتی؟ نه شما گفتی کجا به دنیا، تو گفتی الان کجا زندگی میکنی، گفتم خمینی شهر، گفتی کجا به دنیا اومدی، گفتم مشهد. وقتی که لایوت اومدم اول سوالی پرسیدم، دروغ گفتی. گفتم الان کدوم کشوری؟ گفتی تو اوکی الان تو گفتی کدوم کشورم، گفتم الان خمینی شهرم، میتونم بیرونم بهت نشون بدم ثابت کنم.
که الان اینجا کجاست، از بچه، از کسی هم که بیرونه بپرسی که الان اینجا کجاست. ولی گفتی کجا به دنیا آمدی، گفتم مشهد به دنیا آمدم، رو به رو بیمارستان امام هادی، رو به رو پارک بهتت 5 راه، کنار دندون پزشکی امام علی، نیمه رایگان. ولی الان خمینی شهر زندگی میکنم، میخوای ثابت کنم از پنجره نشون بدم بیرون. نه 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 ممنونم ممنونم نه ممنونم من ببین آقا جعفر جون، من تو زندگیم به جون همه کسم، به جون مادر صادق که 30 سال همسایه دیوار به دیوار ماست، من تو زندگیم به اون سفره صلوات هایی که رفتم صلوات فرستادم، یک دروغ تو زندگیم نگفتم. من سر سفره پدر مادرم بزرگ شدم، من از 2 سالگی سر سفره صلوات ننه صادق نشستم چیز کردم و اهل دروغ نیستم. گفت من اهل دروغ نیستم، اشکم رو در آوردی. گفتی الان کجا زندگی میکنی؟ گفتم الان خمینی شهرم. گفتی کجا به دنیا اومدی؟ گفتم مشهد. خدا خیر. من آدم احساسی هم. من کسی بهم بگه دروغگو به هم میریزم. لعبه قطفت. من چه گناهی کردم؟ من دروغگو نیستم. چرا رفت؟ چرا ایشون رفت؟ چرا ایشون فرار کرد؟ من گفتم دروغ نمیگم.